رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام بفرمایید. عصرتون بخیر. من در مورد دختر 7 ساله میخواستم صحبت کنم با هاتون و مشکلاتی که ما باهاش داریم. شما هر دو، شما همسرتون چند سالتون عزیز؟ من 42 سالمه و خانم هم 40 سالش. و از کجا تلفن میکنین؟ از آمریکا هستیم، از لس آنجلس. چه مدتی از امریکا هستی؟ 16 سال. چه مدتی از ازدواج کردی؟ 18 سال. و فرزند هم یه دونه رو داری؟ نه، یه پسر بزرگم داریم که 9 سالش. یه پسر 9 ساله و یه دختر 7 ساله. بله. به من بفرمایید که هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟ من مهندس مکانیک هستم، اینجا درسم رو تمام کردم و خانمم هم اکاونتنت هستم. بسیار خب، حالا موضوع مشکلی که با دخترتون هست چی؟ موضوع مشکل اینه که ما با بیهیویرش تو خونه مشکل داریم، با برادرش خیلی مشکل داره، ولی مشکل اصلی ما تو مدرسه است. از سال قبل هم که کیندرگاردن بودیم مشکل داشتیم، امسال هم که کلاس اول هست کلاس مشکل رو داریم. اینه که هست موضوع؟ مشکل با فالو کردن داره توی کلاس، کلاس رو خیلی دیسترکت میکنه، رول ها رو خوب فالو نمیکنه، با کانسیکونس هیچ مشکلی نداره. نه یعنی هیچ مشکلی نداره، یعنی از عواقب کار نمیترسه. از عواقب کار نمیترسه. حالا همجور بیستید به من بگید یک سال اول چطور بود از نظر خواب و از نظر تغذیه و مشکل خاصی آنجه. نداشت و هم خیلی آروم بود یک سال اول، هم تغذیهش خوب بود، هم خوابش خوب بود. تا بعد از تا 5-6 سالگی چی؟ تا 5-6 سالگی هم خوب بود و لجبازیاش از اول هم اون موقعی که شخصیتش رو دیدیم شکل گرفت، اون لجبازیاش رو میدیدیم تو خودش. چی بود؟ نه از چه سنی؟ از چه سنی؟ ممکنه 3-4 سالگی لجبازیش رو توی 3-4 سالگی میتونه. خب ببینید، اصلا اونا معمولا لجبازی نیست، اونا یه مقدار جنگ قدرت پاور استراگل که بچه به این نتیجه میرسه که راه همراهی و همکاری نیست، جنگه. خب اونجا آخه کی اشتباه کرده؟ نه خب صد کی اشتباه رو کرده؟ کی اشتباه کرده؟ یعنی به نظر شما اولا همسرتون تا چه سنی به بچه ها هر دو شیر دادن و تا چه سنی خونه بودن که بعد به چه جوری بچه ها بزرگ شده؟ هر دو هم پسرتون هم ماهگی شیر خوردن و خانمم تا 2 سالگی با دخترم، 2 سال خوردگی با دخترم بوده و سر کار نمی رفت، از خونه کار میکرد و کارشم خیلی لایت بود. بعد که دخترم رفت مدرسه یا پری اسکول، از اون بعد سر کار رفت. خب وقت حرفی که تو خونه شما باش مشکل و مسئله دارید چه؟ خیلی برا خواهر برادر با هم درگیرن. آخه چند روز تقصیر برادرتون هم پسرتون هم میدونید؟ اونم 100%. من فکر میکنم که ممکنه پسرم، اگر یه مقداری هم 100% مشکل پسرم هست، اونم خیلی خیلی حسوده. خب همینه، اشکال کار همینه. ببینید عزیز، برای که مطارات سناله به طور کلی در امریکا نقش پدر مادر حدود 11% تربیت بچه، خواهر برادر 33%. برای این ممکنه شما همسرتون خوب عمل کنید، ولی اگر برادرش خوب عمل نکنه همین گرفتاری از اونجا شروع میشه. بخصوصا که بزرگتر پسره، بعدم تو سنین پایین تفاوت های سنی مهمه. یعنی اونجا این تفاوت فرض کنید 2 سال موضوع فوق العاده مهمی خواهد بود. حالا توی 40-42 نه، ولی توی 2-4 خیلی فرق میکنه. ازتون یه پرسشی بکنم، تو خانواده پدری و مادریتون چند روزه مسئله افسردگی بوده؟ افسردگی به اون صورت نره، برای استراب حتما استراب هست، او سی دی هست، ولی افسردگی نه. خب اون چون آخه میدید معمولا روی دیگر استراب افسردگیه، یعنی این دوتا دو روی یه سکن. بریم سراغ یه بحث دیگه، چند اندازه احتمال میدید که کمبود توجه و تمرکز یا بیش فعالیتی باشه؟ یعنی
اینکه ببینید بچه ها وقتی تو مدرسه رولز و رگولیشن رعایت نمی کنن، مثلا وقتی چیزای سخت و سنگینی نیست که بگیم از اختش برمیاد، بازیز کمی میکنم بیاد تو صف بیسید اون نمیاد مثال، و یا به حال نظم رو به هم میریزه. ما بیشتر مسئله کمبود توجه و تمرکز داریم و یا بیش فعالیتیه، یعنی اون موضوع اصلی است که زمینه رو البته برای افسردگی هم فراهم میکنه. چند روزه به شما گفتن یا این فکر آمده به سرتون یا به حال مطرح شده که شاید ADD یا ADHD داشته باشه؟ حتما در موردش فکر کردیم. ساینای به خصوصی من ندیدم ازش و همه چرا ندید؟ ساین به خصوص اینه که سر کلاس قواعد رعایت نمی کنه، نمیتونه بشینه. رعایت اصلا مهمترین عامل هایپر اکتیویتی بیشفعالیتیه. این درست مثل می بینید دختر شما مثل سب کنید مثل دوچرخ سواری مونه که باید پا بزنه، پا نزنه میفته. نه درسته، مثلا تو چیزایی تو اکتیویتی که دوست داره من فوکس و اون چیزی رو ثابت نمی کنه گذاشتن می بینم. مثلا تو چه کاری؟ خیلی دوست داره. مثلا تو چیزی؟ نقاشی کردن. آخه اون ارتباطی نداره ازم، ولی که اون یه چیزیست که نه ببینید تداومش دست خودش، فاصله ها رو خودش انتخاب میکنه، اون چیزی رو ثابت نمیکنه. خب حالا شما اصلا کار دیگه بکنید، یه تست بگیرید خودتون خلاص کنید، یه تست تووا ظرف یک ساعت تکلیف رو روشن میکنه که ADD ADHD گرایش های افسردگی اضطراب وسواس دیگه، از این بهتر چی بونم برای همه عمرش، حداقل نشون دهنده شرایط کنونیش با یه تست میشه مسئله رو فهمید. چون ببینید تو این گونه موارد با گفتگو و بحث و حتی مشاهده و نوعی مصاحبه و اینا ما به خیلی به جای قطعی نمیرسیم، ولی علائمی که شما من میگید بیش از هر چیز دیگه کمبود توجه و تمرکز و بیش‌فعالیت و یا زمینه استراب که با خودش خشم میاره یا افسردگی با خودش خشم میاره. چون عرض کردم تقریبا همه آدم های مضطرب افسرده هستن، همه افسرده مضطرب هستن، ولی که اینا دروی سکه نزیست، فقط یکیش روی یکیش زیره. بنابراین من انتظار ندارم. بعدم سابقه خانوادگی وقتی باشه خب یه زمینه برای اون هم هست، بعدم فاصله شون اشکالی نداره، ولی اگر پسرتون هم کمی بدرفتاری میکنه در حدی که نه اینکه مسئول اونه یه بچه هستونم، ولی خب این تبدیل میشه به یه جنگ قدرت و در نه چه بازی و لجبازی. حالا به من بفرمایید چه چیزای دیگه داره غیر از اینا دختره، رو هر جنبه مثبت یا منفی خوب یا بدی که کمی از حد عادی و متعادل خارجه؟ مثلا اگر تو مدرسه اتفاقی هم میفته یا شیطونی هم میکنه وقتی ازش سوال میکنیم دروغ نمیگه. نه اون به اون واقع آن ارسب نه، اولا بچه ها مشخصه کودک دروغ گفتنه، نه اون نیست، نه بلکه از اوقات خشمگینه و طلبکاره و یا اهمیتی به عواقبش یا مجازات پشتش نمیده، چون برخی از اوقات یه قسمتی از مغز هست که باید این تیکه رو ارزیابی کنه و نمیکنه. یعنی افرادی هستن که هیچ وقت به پیامد و نتیجه کارشون اهمیتی نمیده. اون مثل آدم. خب این ببینید مثل این مونه که مثلا من مشروبمو میخورم پشت فرمونم میشینم، فکر نمی کنم من با این راه دور پشت فرمون نشستن خطر کشتن خودم و دیگران رو دارم، ولی به اون فکر نمی کنم. یا من این حرفو میزنم پشت سر شما یه چیزی میگم، میدونم احتمال داره به گوش شما بشنه و اهمیت نمیدم، بعد چی شد میگم او عجب اشتباهی کردم. ببینید احتیاج به یه ارزیابی داره دیگه. چه چیزی؟ ببینید سر خوابش، سر تغذیهش، سر نهار خوردنش، سر حمام رفتنش، سر نظافتش، سر هر چیزی مثبت و منفی که غیر عادی میدونید به نظر خود غیر عادی میدونید. مشکل داریم، خیلی سخت دستشویی میره. یعنی چی خیلی سخت دستشویی میره؟ برسه به اون لحظه آخر که بدوه بره به دستشویی برسه، اون زود نمیره. اینو مشکل داریم با درس خوندنش، یه خود مشکل هست، یعنی از نسبت به کلاسشون هم از لحاظ ریدینگ هم از لحاظ مت نسبتا عقب، مت کمتر ریدینگ بیشتر. یه خبری است عزیز. ببینید این مثل این مونه که من بهتون بگم که شما لطفا یه 500 متر راه برید. آدم عادی در شرایط عادی 500 متر که سر در یه روز 5000 متر هم میتونه راه بره، وقتی نمیره یه جای کار گیر عزیز. بعدم بیاد فرض رو بر این بگیریم که مثلا دختر شما ADD یا ADHD داره،
درست مثل این که ازش بخواید به جای راه رفتن با پاش با دستش راه بره. هیچ کس راه نمیره مگر مجبور باشه، بعدم اذیت میشه، آسیب ببینه، میفته. چک کنید عزیز، تردید نکنید. برای که اصلا شما با 2300 دلار فرمودید تو لس آنجلس هستید، بله، خب میتونید به دفتر رادیو همراه زنگ بزنید، هم میتونید با آقای دکتر محسن محمدی این کار رو کنید، هم با خانم دکتر مهری ابو طالبی. هر دو توی یه تست یک ساعته بهتون میگن، عرض کردم ADD هایپر اکتیوی هم توشه یا نیست، بعدم آیا زمین های استراب و وسواس و حتی مایه های خفیف استرابی که میتونه زمینه خشم و عصبانیت رو فراهم کنه داره یا نه. بنابراین با یه تست شما، و یه تست خیلی ساده است که به نوعی بچه هم خوشحال میشه که بیاد بشینه و اون چی که ازش بخواد انجام بده. نه در درسته که ارزیابی به نوعی امواج مغزیشه، ولی درست مثل فشار خونی که از من شما میگیرن یا درجه تب، کاری با بدن به اون صورت ندارن. سنسوری است که روی سرش میذارن و بر مبنای اون این تصمیم رو میگیرن. بنابراین یه کار یک ساعت یه ساعت و نیم است و میتونه به دفتر رادیو همراه زنگ بزنید، با توجه به آدرستون بهتون میگن اون کار رو بکنید. من خاطرم آسوده تر عزیز، برای که میدونید اینم از اون مواردی است که اولا با تو 9 سالگی حل بشه و الا از در اعتماد به نفس و حرمت نفس آسیب میذاره، دوم با یه تست تکلیفش کاملا روشن میشه. یعنی اینقدر که چون روایی و اعتبار این تست ها به نظر من بیش از 98 و 99 درصد، یعنی اگر نشون داد اینا هست هست، اگر نیست با دنبال چیز دیگه بگردید. ولی چون در اینجا در این حال گرایش های استراب و افسردگی و وسواس رو هم نشون میده، پس اگر موضوع موارد دیگری باشه که علت کمبود توجه و تمرکز یا بیش فعالیتی یا برخی از حالت منیک و شیدایی، اون علائم اونجا خودش رو نشون میده. بر و هر دو دوستی که میتونند، آقای دکتر محمدی یا خانم ابو طالبی که میتونند کمکتون کنند، چه در اورنج کانتی چه در منطقه انسینو لس آنجلس، به هر حال با مسائل روانی آشنا هستند و نگاه و نظر دیگه ای هم به آنچه که هست میکنن. شاید هم بهترین باشه اگر بتونید شما همسرتون هم تشریف ببرید که اونجا باشید، که اگر خواستن پرسشجویی بکنم و با یک کار یک ساعت یا حد اکثر یک ساعت و نیم تکلیفتون روشن میشه که چه خبر است و این ماجرا رو به قول اینجا یا یک بار و برای همیشه میتونید حل کنید. حتما اگر ADD یا اون یه چیزای زمینه اینجوری باشه، خب اونا ساده است، نه بهتر این کار با توجه به سن بچه بهتر این کار نورو فیدبکه. چون ببینید نورو فیدبک تغییری است که در مهارت مغز به وجود میاد، مثل مهارت رانندگی یا دوچرخه سواری در مغز به وجود میاد و معالجه میکنه برای همیشه. نه دارویی داده میشه، نه ساید افکت داره، هیچی. اگر سنش اونور 21 دو سال بود میگفتم خب یه دارو هم میتونه مصرف کنم کار میکنه. اشکال کار دارو اینه که یک معالجه نمیکنه، مثل عینکی که به چشم میزنید وقتی برداشتید نمیبینید. دو، تاثیرات جنبی جانبی معمولا داره. بین 6 تا 18 سالگی در رشد بچه آسیب میزنه، بنابراین مثلا بین 6 تا 18 حتما دارو رو توصیه نمیکنم، مگر واقعا جایی باشه که نورو فیدبک نباشه، اون موقع دیگه اجتناب ناپذیره. ولی اونا به عهده این دوستان بگذارید، متخصصن، آگاهن. آقای دکتر محمدی که شاید هزاران هزار تست رو انجام داده، دقیقا میدونن که موضوع چه هست، مسئله چیه، و میتونن براتون حل کنن. چون در ایران روان پزشک بودن، اینجا هم روانشناسن یا روانشناسی کنن، دکترهای روانشناسی دارن، و مشکل مسئله نیست. حتما، خیلی متشکرم. برای تلفن 310-441-5111 310-441-5111 میتونن کاملا کمک کنه. برای خوش